بر شما، خوش اومدین به برنامه دریچه رو به آگاهی از سری برنامه های کمیته پژوهش در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع تأثیر جداسازی دین بر پایه های قدرت در خدمت شما هستیم. من سمانه بیجندی به همراه همکارم ستاره دژم و دو مهمان عزیز در خدمت شما هستیم. سرکار خانم دکتر رضوان مقدم، پژوهشگر فعال حقوق جنبش زنان و سخنگوی کمپین توقف قتل‌های ناموسی، و همچنین سرکار خانم دکتر رها ثابت سروستانی، محقق بین‌رشته‌ای در علوم اجتماعی سیاسی و مطالعات دینی، دکترای مطالعات زنان، فعال اجتماعی و در حال حاضر محقق و مدرس در دانشکده الهیات دانشگاه اسلو نروژ. خوش آمد میگم خدمت عزیزان و ستاره جان در خدمت شما هستیم با شروع برنامه. خیلی هم عالی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، خوش آمدگویی میکنم. خیلی خوشحالم که امروز اینجا در خدمتتون هستیم. امیدوارم که برنامه مفیدی بشه برای بینندگان. با یه بحث پایه‌ای شروع کنیم، اونم این که ما فعالین حقوق بشر خواستار جدایی دین از سیاست هستیم و این در ضدیت هست با جمهوری اسلامی ایران که میگه دیانت ما این سیاست ماست. دوست داشتم که در اول یه صحبتی در مورد این که در مورد اثر مذهب و ایدئولوژی در قدرت یا مدیریت هر جامعه یه صحبتی داشته باشیم با هم دیگه، یا به اختصار نظراتتون رو بدونیم. اگر موافق باشید با خانم ثابت سروستانی شروع بکنیم. خیلی خوشحالم که فرصتی در اختیارم هست که برخی از اندیشه هام و شاید مطالعاتی که داشتم رو در اختیار شما و دوستان و شنوندگانتون قرار بدم. هرچند که میدونم نظرات من نمیتونه از کامل باشه، فقط بخشی از اون چیزی هستش که فکر میکنم شاید یاد گرفتم در طول سالها یا تجربه کردم. اساساً شاید وقتی که به موضوع دین نگاه میکنیم یا ایدئولوژی، در واقع ما فکر نگاهمون به دین اون چیزی هستش که داریم میبینیم در جهان. ولی اگر که بخوایم از یک بعد دیگه به این مسئله نگاه کنیم، یعنی به موضوع بعد غیر مادی وجود بشر که به نوعی برمیگرده به احساسات وجدانیش و یا بیداری و آگاهی وجدانی اون، خیلی فرق میکنه با نمادهای مذهبی یا سنتی یا افکار ایدولوژی یا باورها اندیشه های ایستایی که امروزه در دنیا به اسم مذهب به مردم در واقع معرفی شده. بنابراین اگر که از دو منبع دانش در واقع بخوایم نام ببریم، یکی دانشی که تجربی است و بر اساس مطالعه، تحقیق و در واقع تجربه بشر و انسان در رابطه با محیطش و انرژی هایی که در اطرافش هست داره به دست میاره و در واقع به یه نوعی به ساینس یا علوم آزمایشگاهی معروف هست، بعد دیگری از دانش هم وجود داره که اساساً این منبع دانش از قوای خلاقه کلمه ای هست که عقلانیت و خردورزی رو در انسان پرورش میده. و چه علوم اجتماعی و چه تاریخ بشریت نشون داده که انسان نیاز به این خردورزی از طریق کلماتی که خلاقه بوده داشته. بنابراین افرادی به عنوان مربیان عالم بشری گاه به گاه در این عالم آمدند و این نشون میده که خردورزی از همون دیدگاهی که عرض کردم خدمتتون که بعد وجدانی و بیداری آگاهی و بیداری وجدانی و احساسی رو در انسان ها برمی‌انگیزه، یک بخش غیر قابل در واقع چشم پوشی هست در انسانیت ما انسان ها.
اگه به این دو منبع دانش نگاه کنیم به این شکل و وارد اون اندیشه ها یا باورهایی که ایستایی به خودش میگیره ایدئولوژی میشه یا بر اساس علاقه مندی صاحبان قدرت و یا رهبران سیاسی و مذهبی بازیچه قرار میگیره، اینا رو بذاریم کنار، اون موقع چه سیستم اجتماعی داشته باشیم، چه فرهنگی، چه هنری، چه اقتصادی، چه محیط زیست، چه ساختار قانون، حقوق، هر چیز رو، چه دانشگاه، هر چیزی رو، یعنی منظورم تعلیم و تربیت، هر چیزی رو که نگاه کنیم نیازمند به این هست، یعنی عقلانه به طور منطقی نیازمند به این هست که از هر دو منبع دانش استفاده کنه. و اگر ما این یکی از این دوتا رو منفک بکنیم، در واقع داریم نیمی از اون، یا حالا حتی اگه نیمی هم نگیم، یه بخشی از دانش رو گذاشتیم کنار. که این امیدوارم تونسته باشم منظورم رو بگم، کاملا متفاوته با نمادهایی که به اسم دین امروزه چه در غرب و چه در شرق داریم میبینیم. من فکر میکنم تا اینجا کافی باشه از سرباخانی مقدم استفاده کنم. ممنونم از شما. بله حتما خانم مقدم میشنویم شما رو. خواهش میکنم. اگر درست متوجه سوالتون شده باشم، شما راجع به این مسئله پرسش کردید که کسانی مثل ما که قائل به لائیسیته هستیم میگیم که جدایی دین از حکومت، و در مقابل اسلامیست ها میگن که حکومت اسلامی. من اینطور سوال شما رو فهمیدم. اگر بخوام در چارچوب سوال شما پاسخ بگم، مسئله حکومت های اسلامی و اینکه این جمله، اینکه به اصطلاح دیانت ما عین سیاست ما هست، این جمله برمیگرده به اصطلاح تفکرات نواب صفوی، و پیش از اون هم ما حکومت‌های اسلامی مثلا دوران صفویه رو داشتیم که تشیع به اصطلاح صفوی شکل میگیره، و بعد دولت عثمانی رو داشتیم در ترکیه که حالا بحثشون مفصل هست. و اگر ما بخوایم برگردیم به اونچه که در کشور خودمون ایران اتفاق افتاده، من برمیگردم به تفکرات نواب صفوی که در حقیقت کتاب جامعه و حکومت که از به اصطلاح آثاری هست که نواب صفوی تفکراتش رو در مورد حکومت اسلامی اونجا به خوبی نشون میده. و بعد وقتی که به اصطلاح میبینیم افرادی مثل احمد کسروی که اونها هم قائل به لائیسیته بودند در دوران خودشون، مورد به اصطلاح حمله مستقیم نواب صفوی و طرفدارانش قرار میگیره، که خب میدونیم که ترورهایی رو که نواب صفوی انجام میده، یعنی خیلی راحت اینها با تفکری که دارن ریختن خون کسانی که مثل اونها فکر نمی کنن رو وظیفه خودشون میدونن. خب ما کاری به هر حال به این قضیه که اسلامیست ها چگونه به اصطلاح چه چیزی رو میخوان، ایدئالشون چی هست کاری به اون نداریم. اون چی که حالا منظورم اینه که کاری به اون نداریم، نه اینکه رهاش کنیم، منظورم اینه که حالا بیایم و خواستی خودمون رو مطرح بکنیم، چون اونا به اندازه کافی تریبون دارن و به اندازه کافی هم در این سالها، چه در ایران که الان 43 سال هست داریم آثار این حکومت اسلامی رو میبینیم، و در به اصطلاح فراتر از مرزهای ایران هم داریم میبینیم که خب خیلی از این به اصطلاح اسلامیست ها و اسلامگرایان افراطی چطور تونستن به اصطلاح در کشورهای اروپایی از فضای دموکراتیک این کشورها سوء استفاده بکنن و فضا رو بخوان به نفع خودشون تغییر بدن و نظریاتشون رو تحمیل بکنن. ببینید، وقتی دین در حوزه شخصی هست
و در حوزه شخصی هم باید باقی بمونه. برای اینکه طبق گفته خود به اصطلاح دین باوران و به خصوص اسلام ها، مسلمان ها میگن 124 هزار پیغمبر اومده و اگر به این حرف خود اینها ما بخوایم استناد بکنیم پس 124 هزار دین مختلف وجود داره. بنابراین هیچ دینی حق نداره که بخواد هژمونی خودش رو بر جامعه اعمال بکنه، به خاطر اینکه در هر جامعه مسلمه شما هیچ کشوری رو، هیچ جایی رو نمیتونید پیدا بکنید که همه به یک دین قائل باشن، به یک دین باور داشته باشن. به همین دلیل هم هست که هیچ دینی حق نداره بخواد در جامعه خودش رو به دیگران تحمیل بکنه. و اما اینکه ما باید چی بگیم، این هست که همین هیچ عقیده‌ای مقدس نیست و این جمله که باید به عقاید دیگران احترام گذاشت هم درست نیست. این متاسفانه یک مقداری بعضی مطالب هست که ما بدون اینکه به کنه ماجرا بریم تبلیغ میکنیم و به ضد خودش تبدیل بشه. قضیه رو بازتر بکنم، مثلا اینکه زنان باید حجاب داشته باشن یک باوره، یک عقیده است. آیا به این عقیده باید احترام گذاشت؟ به نظر من خیر. وقتی میگه زنان باید حجاب داشته باشن یک اجبار هست درمش. اما حالا اگر شما دلت میخواد چی میدونم روسری سر کنید، حالا با یکی دلش بخواد مثلا نمد بپوشه بره بیرون، اون مسئله خودش، مسئله شخصی خودش. اما اگر به خودی رو تبلیغ بکنه به عنوان عقیده بیاد این رو مطرح بکنه و تحمیلش بکنه به دیگران، به هیچ وجه. پس ما باید راه خودمون رو بریم. متاسفانه با مسئله نسبیت فرهنگی که بسیار مشکل ایجاد کرده و دست ما فعالان حقوق بشر و حقوق زنان رو برای مبارزه با خرافات، برای مبارزه با خشونت بسته. مثلا گفته میشه که چند همسری یک فرهنگ باید بشه، نه که میگه چند همسری فرهنگ باید بشه اشتران گذاشت، باید نقد کرد، باید مقابلش استاد و باش مبارزه کرد. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو داده باشم. در خدمتتون هستم و ممنونم. در ضمن این رو هم بگم که از صحبت‌های خانم ثابت کمال استفاده رو بردم و ممنونم که به نکاتی اشاره کردم. خب سپاسگزار از عزیزان. در واقع ما موضوعی که می‌خواستیم اول جلسه بازش کنیم که همون در واقع اثر مذهب و ایدئولوژی بود در قدرت یا مدیریت در جامعه، یه چیزی که کاملا مشخصه این که در خاورمیانه الان سالیان ساله که ما شاهد اختلافات سیاسی مذهبی در واقع خانمان سوزش هستیم. خب شاید بیشتر از چند دهه باشه که مردم به جای اینکه پیشرفت و ترقی داشته باشن، سازندگی داشته باشن، به جون همدیگه افتادن و در واقع این کلاف سردرگم این جنگ 72 ملت هستش که هنوز هم هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی خواهد افتاد و کی مردم روی آرامش میبینن. که ما از این بحث در واقع به سراغ مسائل و مشکلات که در ایران داریم میریم و من ابتدا اینجوری آغاز میکنم صحبتمو که در واقع اون رانت‌ها، امتیازها، عاملین فساد تو یک جامعه، در یک نظام غیر شفاف یا غیر پاسخگو یا حالا میتونیم بگیم استبدادی که وجود داره و با توجه به این که وعده های جمهوری اسلامی در واقع یک نظام عادل و درست و همچنین مسئولین دست پاک بوده، این وعده هایی که داده شده، خیلی دوست دارم که اگر دوست داری در مورد این که آیا اون دینی که صحبت کردن، اون حکومت دینی که از اول انقلاب در موردش صحبت کردن، تونسته برای جامعه فضایل اخلاقی بیشتر بیاره و فساد رو در جامعه کمتر کنه و این رو هم همه میدونیم که در تمام جوامع جهانی فساد به
طرق مختلف وجود داره، اما ما خصوصا در مورد ایران و با حکومت اسلامی صحبت میکنیم. اگر که خانم دکتر ثابت عزیز در این مورد نظراتشون رو بفرمایند خیلی سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. شخصا ترجیح میدم به جای اینکه یک سیستمی رو به طور خاص بخواید انتقاد نقدش کنیم یا مورد بررسی قرار بدیم، پیش فرض هایی که باعث میشه نگاه ما نسبت به اون قضیه در واقع منحرف بشه از حقیقت، اونو بررسی کنیم. ببینید وقتی که درباره مثلا فرض کنید حجاب صحبت میکنیم، یا درباره مثلا چند همسری یا کودک آزاری یا نمیدونم هر چیزی به این شکل، و بعد اون رو که نه فقط در جوامع فرض کنید کشورهای خاورمیانه، بلکه در بسیاری از کشورهای دیگه مثلا آسیای جنوبی یا جاهای دیگه دنیا میتونیم پیدا کنیم، امثال یا شباهت‌های چیزای شبیه به اون رو، و بعد میبینیم که به اشکال مختلف برای اینکه بهش رسمیت داده بشه اسم باور، دین یا ایدئولوژی یا سنت یا هر چیزی روش میگذارن، ما میتونیم این موضوع اینجا که هست نگاش کنیم و خودش رو در واقع شروع کنیم به نقد کردن. میتونیم بریم عمیقاً به ریشش نگاه کنیم و ببینیم چی میشه که مثلا فرض کنید چند همسری یا کودک آزاری یا قطرهای ناموسی یا هر چیزی از امثال اینها در واقع از چه ریشه‌ای داشته که این ازش به وجود اومده. من دلم میخواد، یعنی این به عنوان یه محقق متوجه این مسئله شدم که اگر قضیه رو نگاش کنیم توش گم میشیم. به خاطر همینه که بعد میگیم که بعضی ها به اسم فرهنگ یا اخلاق یا نمیدونم اشکال مختلف بهش نگاه میکنن یا ساختار سیاسی نگاش میکنن، ولی اگه برگردیم به ریشش نگاه کنیم میبینیم که ریشه اون هرچی که هست در همه جای دنیا تقریبا یکسانه. یعنی مثلا فرض کنید اگر که به ریشه این نگاه میکنیم که چی میشه که یک گروهی، حالا به خاطر جنسیتش، به خاطر نوع مذهبش یا به خاطر جایگاه اجتماعیش یا حالا هر چیز دیگه که الان در دنیا هست، مسائلی که به این شکل در دنیا هست، مورد ظلم قرار گرفته، اصولا از این ریشه میگیره که یک طرز تفکری یا یک پیشفرضی وجود داره که انسان‌ها رو واقعا برابر با هم نمی‌بینند. و چون انسان‌ها رو با هم برابر نمی‌بینند، بنابراین دو دسته میشه: زن، مرد، شرقی، غربی، کارگر، کارفرماس، رئیس، بردست، نمی‌دونم ارباب، شرقی، غربی، با کلاس، بی کلاس، با سواد، بی سواد، جهان اولی، جهان سومی، دیندار، بی دینه. یعنی در این که ما نمیتونیم این که هویت انسانها رو به خودش نگاه کنیم، به هویت انسان نگاه کنیم، فارغ از به خود انسانیت نگاه کنیم، فارغ از برچسب و مارکایی که بهش میزنیم، اگه به اون نگاه کنیم بعد میبینیم که این حل این مسئله روشنه. یعنی میتونیم راه حلی رو براش پیدا کنیم. مثلا یکیش این هستش که ببینیم چطوری تونستیم استعدادها و توانایی‌های این انسان‌ها رو، پر این انسان رو یا این انسان‌ها یا این گروه جمعیت بشری رو پرورش بدیم. اگر بهش آگاهی ندادیم یا تربیتش نکردیم یا استعدادهاش پرورش پیدا نکرده، قطعاً تنها رایی که داره اینه که گوش میده به کسی که صاحب قدرت هست. میخواد جهان سومی باشه، میخواد بازیچه هست ساختار سیاسی رو رأی میدن. مثلا اگر تصور کنی که این در غرب هست و در جهان سوم موجود نیست، اتفاقی که داره میفته اینه که باید ببینیم دموکراسی برای کی، یعنی به نفع کیه که ساختار سیاسی صحبت از دموکراسی میکنه، کی داره ازش نفع میبره. چرا که ما نگاه میکنیم میبینیم مردم آپشن براش میذارن، تو اون محدوده میتونن انتخاب کنن، نه اینقدر باز هست فضا یا آگاهی وجود داره که بتونن درباره همه چیز تصمیم بگیرن. بنابراین حتی در بطن ادعاهایی که
فعالین مدنی و حقوق بشری میکنن یا حتی یو این سازمان ملل میکنه یا رهبرانی میکنن که ادعای دموکراسی میکنن، در واقع به نوعی محدودیت های رو برای مردمانی مثل من و شما گذاشتن که از سوی اون انتخاب ها انتخاب میکنیم و فضایی که برای ما درست میکنن به وسیله رسانه ها یا حتی میخوام بگم دانشگاه ها، ایده ها و افکاری هستش که قراره منافع اونها رو حفظ کنه. بنابراین ما همه اینا رو فراموش میکنیم و خیلی هم طبیعیه و میگردیم دنبال اون ظاهره که وجود داره به جای اینکه ریشه رو نگاه کنیم. میخوام در انتهای این مبحث که عرض کردم بگم که اگه واقعا به ریشه نگاه کنیم، اون چیزی که اهمیت داره در حال حاضر اینه که به این نتیجه ما انسان‌ها برسیم که مسئولیت رفاه جامعه بشری به عهده تک تک ماست و هر کدوم از ما یه سهمی داریم و این سهم هر یک از ما هست که دنیای بهتری می‌سازه. نه صاحب قدرتی باید وجود داشته باشه که برای ما تصمیم بگیره که حالا بخوایم اونو انتقادش کنیم که تو این بدی اون خوبه. هیچ چیز کسی نیست بیاد که 100% خوب باشه یا بد باشه. با خود خداش هم مردم مشکل دارن. بنابراین این و این از کجا میاد؟ از اینکه ما به این برسیم که هر کدوم از ما یه استعدادی داره که باید پرورش پیدا کنه و سهم خودش رو برای ساختن جامعه بهتر محدوده خودش، ملیت خودش و در نهایت دنیا رو انجام بده. فکرنه اینکه بشینیم اینو اونو انتقاد کنیم، این خوبه اون بده، این اینجوری کرد اون اونجوری کرد، به غیر از اینکه ما این حرف اینه ما یا بخشی از راه حلیم یا بخشی از مشکلیم. این وسط چیزی نیست. اگه بخشی از راه حلیم، طرز حرف زدنمون، نگاه کردنمون، فکر کردنمون و بینشمون راه حل به وجود آوردنه، وگرنه تو مشکلیم. حتی اگه کلاممون اینه که آقا ما میخواییم اینو بدیم اونو بدیم این کار کنیم اون کار کنیم، ما بخشی از مشکلیم. بنابراین من فکر میکنم نه فقط جمهوری اسلامی، که هر مملکتی که در حال حاضر نگاش کنیم، چه اون جهان اولیش که آقای دنیا صدر تصمیم میگیره، چون کشوری که بیچاره تحت ظلمه و هر روز داره یه بمبی توش منفجر میشه، 70 تا بچه ها و زن ها و مردمش دارن کشته میشه، هیچ فرقی نمیکنه کجای این دنیا، تا وقتی که ما متوجه نشیم انسان شریفه و نجیبه و همه ما از یک خانواده بشری هستیم و باید فرصت آموزش و تربیت و یادگیری و آگاهی داشته باشیم، تا وقتی واقعا باور نداشته باشیم به تمام معنا، هیچ اتفاق نمیفته. ببخشید. سپاسگزار از شما. عذرخواهی میکنم خانم دکتر ثابت عزیز، من در واقع به دنبال یک جواب دیگه هم بودم و اون هم فرمایشات شما کاملا درسته و اون در واقع زیر پرچم دین و خدا ما خواستیم این رو در نظر بگیریم. ببینید اگر بقیه جوامع کشورهای دیگه هر کاری هر اتفاق بیفته زیر پرچم دین در واقع اون مسائل پیش نیومده یا ادعای اینو ندارن، اما از این بود من خواستم بدونم که ما حکومت اسلامی که داریم و در زیر لقای پرچم اسلام و دین هستش، آیا این اسلامیگری و در واقع به این صورت دینداری حکام رو بخوایم در نظر بگیریم، آیا کمکی کرد به این که فضیلت در ایران، فضایل اخلاقی یا کمتر شدن فساد، آیا این کمک کرد به این قضیه تا بکنون؟ یعنی ما اگر از انقلاب 57 در نظر بگیریم که یکی از علتهای خود انقلاب 57 صحبت درباره این بود که جامعه ما دینداری درش کمه، یعنی از طرف حکومت، خب خواستن اینو تبدیلش کنن دیگه، یعنی با دین اخلاق مداری بیاد به این صورت. در واقع من به دنبال این جواب بودم که بعد از 43 سال اگر بخوایم یک کارنامه ای از جمهوری اسلامی رو در نظر بگیریم،
آیا این کمتر شد در ایران و واقعا همه چیز رو به درستی رفت یا نه برعکس این اتفاق برعکس پیش اومد و در واقع جوری شد که حتی الان همه چیز هم در واقع حکومت پاسخگو هم نیست نسبت به فساد و اتفاقاتی که در جامعه میفته توسط کسایی که ثروت و قدرت در دست دارن. نوبت من رو صحبت کنم؟ بله بله در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش میکنم. ببین سوال شما دو تا قسمت داشت. یک قسمتش در مورد اختلافاتی که در خاورمیانه هست و اینکه همه به جون هم افتادن، و قسمت دوم سوالتون راجع به این بود که آیا حکومت دینی تونسته اونجور که فضایل اخلاقی رو میخواست اجرا بکنه یا نه. من اول برمیگردم قسمت اول سوالتون رو پاسخ میدم. مسئله حکومت‌های دینی در خاورمیانه برمیگرده به آقای مکارتی و ایدئولوژی مکارتیسم که پس از جنگ جهانی دوم و در رابطه با جنگ سرد ایشون تئوری رو مطرح کرد که برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم باید گروه‌های مذهبی و به خصوص اسلامی تقویت بشن و این کار هم شد. چیز پنهانی هم نیست و کسانی که به اصطلاح در جامعه شناسی خوندند این مقوله رو خیلی خوب آشنا هستند و این سیاستی بود که وزارت امور خارجه آمریکا پیش گرفت. مطالب زیادی هست، میتونن دوستان برن و راجع به این تحقیق بکنن و ببینن. و ما میبینیم که در خاورمیانه گروه های اسلامی رشد میکنن به شدت و در کشور ایران حکومت اسلامی 43 سال پیش به اصطلاح به قدرت میرسه و بعد هم که دیگه یکی یکی میبینیم در خاورمیانه یکی پس از دیگری گروه های اسلامی از طالبان، القاعده و و و حزب الله همینطور برین جلو. این در مورد به اصطلاح مسائلی که الان امروز ما در خاورمیانه شاهدش هستیم. مثلا شما مصر رو مقایسه بکنید دورانی که ناصر سر کار بود با مصر امروز. خب به هر حال من خیلی نمیخوام وارد، چون وقت برنامه محدود هست، ولی خیلی مفصل تر است. فقط خواستم به قول معروف یه نیش بزنیم به قضیه که اون بخش اول سوال شما بی جواب باقی نمونه. مسئله دوم مسئله به اصطلاح فضائل اخلاقی هست. خب اون چه که ما امروز به عینه داریم میبینیم در علوم اجتماعی، شما وقتی یک تحقیقی رو میخواین انجام بدید، یک سروی میخواین انجام بدید، میتونه بخشش به وسیله مصاحبه باشه، مصاحبه شفاهی باشه، پرسشنامه باشه و بخشش به عنوان مشاهده باشه. همه این اون چه که داریم میگیم به روش‌های علمی در جامعه شناسی نشون داده که حکومت جمهوری اسلامی هم آمار و ارقام، آمار بیکاری، آمار فحشا، آمار دزدی و اختلاس، یعنی اختلاس هایی که در جمهوری اسلامی شده جز کم نظیر هاست. یعنی الان ایران به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل شده. اختلاس های میلیون میلیاردی داره انجام شده که اصلا کسی از میلیون حرف نمیزنه. از لحاظ فضل اخلاقی که مثلا فرض کنیم راستگویی رو ما یک فضیلت بدونیم، وفاداری رو مثلا یک فضیلت فرض بکنه، خب ما داریم میبینیم که وضعیت به چه صورت است. خانم ثابت یک نکته رو اشاره کردن که خب گفتن ببینیم هر چیز ریشش در چیه. بله درسته. مثلا خب ریشه حجاب ما میخوایم بررسی بکنیم ببینیم در چی هست. دقیقا به نکته درستی اشاره کردن، به این تفکر که نابرابری بین انسان ها، بین زن و مرد، و در نتیجه وقتی مرد خودش رو برتر میدونه، وقتی تفکری داره تبلیغ میشه که برتری مردان بر زنان، کنترل جسم و جان زنان تبلیغ میشه، میشه جزء اصول یک جامعه، جامعه که نه یک حکومت، چون جامعه ما با حکومت متفاوته، و از اون ابتدا این آموزش داده میشه که اینکه زن باید کنترل بشه، خب این یک تفکر غلطی که مسلماً باید نقد بشه. من تعجب کردم که
خانم ثابت در شاید من اشتباه فهمیدم ولی بعدا خودشون میتونن توضیح بدن. اینکه نقد نکنیم یا ما بخشی از مسئله هستیم یا حل مسئله، من فکر میکنم میتونه انسان در هر دوتای اینها هم باشه، هم میتونه بخشی از مسئله باشه، هم میتونه بخشی از حل مسئله باشه. تفکر فازی اینو به ما میگه. خب پس بنابراین نه، اگر از من یک جواب سری میخواین بگیرید، مسلما حکومت اسلامی شکست خورده در تمام اون چیزایی که ادعا میکرده. یعنی شما ببینید اینا اومدن گفتن که بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی گفتن بانکهای بدون بهره. شما ببینید الان حکومت جمهوری اسلامی بالاترین نرخ بهره رو داره. من مثال های متعدد دارم که بزنم از اون چه که برای خودم اتفاق افتاده. یا مثلا فرض کنیم همه این چیزهایی که حالا میگفتم، خمینی اومد گفت شما رو نمیدونم به عرش اعلا میبریم، شما رو فلان میکنیم، هیچ کدوم از اینا که انجام نشد، هیچ کدوم. و اون مدینه فاضله که نشون مردم دادن، من خیلی عذر میخوام، شاید به عنوان یک محقق اینجا نباید این حرف رو بزنم ولی ناچارم بزنم، اون مدینه فاضله یک فاضلاب بود، نه فقط مدینه فاضله، این فاضلابی است که الان، منجلابی است که الان مردم توش دست و پا میزنن. چون من با زنان روسپی کار کردم، کار میدانی کردم، میدونم در زیر پوست اون شهر چه فجایعی داره اتفاق میفته. اونجایی که مردم برای نان شبشون، اونی که نمیتونه تن فروشی بکنه، اخلاق بهش اجازه نمیده اون کارو بکنه، میره کلیه فروشی میکنه. جمهوری اسلامی 100% شکست خورده. تنها دست آورد مثبت این حکومت برای مردم این بود که چهره دین سالاری رو نشون داد. این بود که الان این نسل جوان دیگه آگاه شدن و میدونن که دین حلال مشکلاتشون نیست. دیگه برای اینکه مشکلشون حل بشه دنبال نذر و نیاز نمیگردن، بلکه دنبال این هستن که بتونن راه حل به اصطلاح برای فرار از موقعیت حداقل پیدا بکنن. خب ممنونم، ببخشید که یکم طولانی شد. خیلی هم عالی، ممنون از شما خانم رضوان مقدم. خانم ثابت اگر جوابی دارید در ادامه صحبت های خانم مقدم بشنویم از شما. نه جواب نیست، من فقط دوست داشتم درباره فضائل که صحبت میکنیم یک سوالی بپرسم، هممون با هم کمک کنیم متوجه بشیم. مثلا درباره فضائلی که صحبت میکنیم مثل راستگویی، وفاداری، شجاعت، هر کدوم از اینا واقعا اینا فضائله یا اینکه مهارته یا عشق یا محبت یا هر چی که میگی؟ چه وقت فضیلته، چه وقت مهارته؟ و اگر ما متوجه بین فرق بین دوتا بشیم، اون وقت متوجه میشیم که چرا اگر به صورت فضیلت باشه، حالا این خیلی خوب الان صحبت کنیم با هم ببینیم چقدر متوجه تفاوت این دوتا هستیم. بعد من عرض میکنم که چرا فکر میکنم ریشه را اگر نگاه کنیم میفهمیم که قضیه اصلا از یه جای دیگه داره آب میخوره. بعد بنابراین درباره هر حکومتی که به نوعی میخواد از دین استفاده کنه، آیا دین مهارت به نوعی یا فضیلته؟ و اگر بخواد فضیلت باشه کجا قرار میگیره؟ چرا چه در سیاست، چه در اقتصاد، چه در هنر، چه در آموزش و پرورش، چه در آکادمیا؟ ولی من خیلی دوست دارم بدونم که فکر میکنیم این صفاتی که داره میگیم فضیلت یا مهارت یا فرق بین. ببخشید من متوجه تعریف مهارت شاید در اینجا نمیشم به عنوان یک صفت. مثال یعنی این که ما همین راستگویی رو صداقت یا مهارتش ورزی درسته. مهارت به نظر من یه چیزیه که به تمرین نیاز داره.
به یادگیری نیاز داره و این لازمه اینه که ما اون نداشته باشیم و یاد بگیریم. میخوام ببینم که مثلا آیا راجب همه چیزا این صرف میکنه، مثلا راستگویی، آیا انسان ها به فطره راستگو هستن یا راستگویی رو تمرین میکنن؟ دقیقا سوال من همینه، خیلی هوشیارانه متوجه شدید شما. خب همینو بگم، بیایید ببینیم الان تو ذهن ما عشق، این که همه صحبت میکنیم مثلا عشق مادری، عشق نمیدونم این و اون، نمیدونم صداقت، وفاداری، عدالت، حتی اینا چی تو ذهن ما مهارته یا فضیلته؟ و اگر مهارته چجوری داریم میفهمیمش؟ اگر فضیلته چجوری داریم میفهمیمش؟ ببخشید من با اجازتون یه چیز کوچیک رو عرض کنم در ادامه فرمایش شما. من فکر میکنم خب دین خودش به تنهایی آموزه های دینی داره و ما به عنوان حالا کسایی که دیندار هستیم، حالا سپس صحبتی که ستاره عزیز گفتن، به هر حال باید پرورش داده بشه، آموزش داده بشه، این مهارتی که حالا در ما هست که بتونه رشد پیدا بکنه. اما در مقایسه من فکر میکنم که من حالا مثلا مسلمان یا هر دین دیگه‌ای، وقتی از بزرگتر خودم، از کسی که مرجع منه حالا یا آموزش به من میده، یا من میتونم حالا حتی سوالات دینی خودم رو به عنوان کسی که از من عالم‌تره دریافت بکنم، و وقتی میبینم که خود اون شخص کارهایی رو انجام میده که با حرفای خودش مغایرت داره، یا در واقع میتونم بگم حرف و عمل یکی نیست، این خودش تأثیر بر من خواهد گذاشت و حالا یا اون مهارت منو به تضعیف میکنه، ضعیفتر میکنه، حتی گریزون میکنه، و یا این که برعکسش اگر وجود داشته باشه، من فکر میکنم اون تبدیل به فضیله یا اون فضایل اخلاقی میشه، در اثر اون رشد در اون محیطی که قرار بگیره، اون آموزشی که قرار بگیره و درش رشد بکنه. حالا من این به ذهنم رسید، نمیدونم تا چه اندازه درست هستش. من دوستان فکر میکنم داریم از بحث مقدار دور میشیم، به خاطر اینکه الان بحث ما رفتیم وارد فلسفه شدیم. اگر به اصطلاح بخوایم روی این بحث بکنیم که آیا اینها مهارت هستند، فضیلت یک مهارت هست یا یه چیزی دیگه گفتید، خب میریم وارد بحث فلسفی میشیم. فضیلت رو اگه ما به عنوان یک الگوی رفتاری در نظر بگیریم که بر اساس در حقیقت یک ایدئال هایی بنا شده باشه، مثلا فرض کنیم حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعاش رو کرده، مثلا جامعه ای رو بسازن که درش عدالت باشه، درش فلان باشه، به ما همون مسئله که گفتیم. و اگر بخوایم به سوال خانم سمانه برگردیم، من فکر میکنم که یه مقداری روی موضوع بمونیم شاید بهتر باشه، و اگر میخوایم این بحث رو ببریم روی بحث فلسفی، به نظر من یک جلسه دیگری هست میشه گذاشت که بعد بریم حالا روی این بحث بکنیم که فضیلت چی هست، چه چیزی رو ما میگیم فضایل اخلاقی، چه چیزی رو نمیگیم فضایل اخلاقی. ولی فکر میکنم الان در با توجه به اینکه وقت من محدود هست و من نمیدونم، نپرسیدم از سمانه جان که چقدر برای این جلسه وقت گذاشته شده، و من فکر میکنم اگه بخوایم روی این مسئله بحث بکنیم شاید بحث به اصطلاح فراتر از این رو به طلبه. ببخشید من وسط صحبتتون اومدم. عرض کنم که نکته مهم همینجاست که ما نمیخوایم قبول بکنیم که وقتی بحث از عدالت میکنیم یا صداقت یا فرض کنید محبت یا یا هر کدوم از این چیزایی که اسمش میذاریم فضیلت، اینا مهارت‌هایی هستش که یاد میگیریم. ما یاد میگیریم عادل باشیم تا وقتی که منافع ما یا منافع صاحب قدرت حفظ میشه. ما یاد میگیریم که صادق باشیم تا وقتی که منافع من و گروه من حفظ میشه. ما یاد میگیریم وفادار باشیم به عنوان یک مهارت تا وقتی که منافع من، ملت من، گروه من حفظ بشه.
ولی اگر فضیلت باشه چیزی ورای اینه. یعنی من یاد میگیرم که صادق باشم، ولی این صداقت وصل به وفاداری، وصل به عدالت، وصل به انصاف، وصل به شجاعت. در ابسترکت نمیتونم بگم من صادقم، چون اگر اینطوری بهش نگاه کردم مهارت. اگر دینی اون چه که یاد میده مهارته، نتیجه از همینی که میبینی، همینی که میبینی، چه انتظار داریم از این که فضیلت ببینیم، عدالت ببینیم، انصاف ببینیم، رعایت حقوق اقلیت ببینیم، رعایت حق برابری جنسیتی ببینیم؟ اینا مهارت بوده. دینی که بر اساس مهارت، هر دینی که میخواد باشه، هر ادعای حقوق بشری، هر ادعای مدنی بودن، نمیدونم کنشگری بودن که بر اساس مهارت هست، دیر یا زود پایش میریزه و رشدم نمی کنه و ای چون ایستاست. ولی اگر واقعا بحث از عدالت می کنم و این عدالت من و گروه انسان ها، این عدالت وصل به صداقت، وصل به شجاعت، وصل به وفاداری، وصل به نیت پاک، فکر روشن، اون موقع میتونیم انتظار داشته باشیم که اینا فضیلت هایی هست که میمونه و با خودش فساد نمیاره. فساد یعنی چی؟ یعنی من بگم صادقم ولی تا وقتی منافع من و گروه من حفظ میشه. من عادلم تا زمانی که گروه، منافع گروه من و من داره حفظ میشه. در غیر این صورت از این که خارج میشن فساد میاره. فساد اقتصادی خیلی طبیعیه که به وجود بیاد. حتی بگیم اگر جوهری یا یه سیستمی ادعای دینی میکنه، ولی دین به معنای مهارته. آدماش هم همینه. اول چی شد که یک انقلاب مذهبی به وجود اومد؟ به خاطر اینکه مهارت‌های اخلاقی آموخته میشد در یک سیستم دیگری و مردم فکر میکردن که اینا پایه نداره. میخواستن پایه دارش کنن، یعنی چی بیارن تو فرهنگشون. مجبور شدن یه جنبشی رو به وجود. حالا هم همینجوره. اگه ما فرق اینا رو نفهمیم، حتی اگر یک تغییری هم به وجود بیاره، بازم در حد مهارت. دو تا نسل بعدترش اعتراض میکنم، میگه این چه کاری شما کرد؟ مثل همه اتفاقی که الان افتاد. بنابراین فلسفه نیست، داناییه، دانشه. تشکر از شما. با توجه به اینکه راجع به مشکل اقتصادی خیلی هم شما هم خانم مقدم مثال زدید، اتفاقا بحث بعدی هم که می‌خواستیم در موردش یک مقدار اشاره بشه و صحبت بشه همین بود، اینکه واقعا اقتصادی در حال حاضر ایران رو در بر گرفته چه اقتصادیه، چه اتفاقی اصلا در حال حاضر واقعا داره برای اقتصاد میفته. البته که مسلما این بحث گسترده‌ایه، شامل زمان زیادی میشه، اما یک گذر کوتاهی اگه بخوایم به این مسئله اقتصاد بکنیم در حال حاضر در ایران، و با توجه به اینکه خانم مقدم اتفاقا مثال بانک ها رو زدن، من اینجا نوشتم که بهش اشاره بکنم. اخبار جدیدی که من در مورد بانکداری اسلامی جدید خوندم اینه که رئیس بانک مرکزی ایران گفته باید ناظران شرعی به ساختار بانک ها اضافه بشه. این طرح برای اسلامی کردن بانک ها و گسترش استفاده از اصول فقهی در بانک ها، چیزی که تا الان هم بوده، ولی حالا یک کارمند اضافه میشه به بانک ها که کلماتی مثل نزول، سود و بهره و ربا و این چیزها رو به عناوینی مثل کارمزد و سود تضمینی و اینا تغییر بده. و این اتفاقا به نظر من مشکل ریشه‌ایه که حالا راه کارهایی ممکنه وجود داشته باشه برای این اتفاق، یا آیا مردم اصلا راضی هستند آدم هایی که دارن توی این بانک ها سرمایه گذاری میکنن، کار میکنن، یا هر چیزی رو دوست داشتم که در موردش نظراتتون رو بشنوم. اگه موافق باشیم با خانم مقدم شروع میکنیم. بله، ببینید، من اقتصاددان نیستم و ترجیح میدم که در حوزه تخصصی خودم صحبت بکنم، اما در حد اطلاعاتم به اصطلاح نظر میدم در این مقوله.
همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید، واژه ها در حکومت جمهوری اسلامی تغییر شکل دادند. مثلا فرض کنید به بهره میگن کارمزد، ولی ماهیتش رو که عوض نمی کنه. من میخوام به یه خاطری که برای خود من اتفاق افتاد چند سال پیش بود، یک خانمی اومد پیش من و گفتش که شوهرش فوت کرده، شهرداری براش برای دادن پایان کار گفته که 6 میلیون تومان باید پول بده و 30% براش کارمزد تعیین کرده که اگر بخواد به اصطلاح دیرتر 30% باید کارمزد بده. من وقتی براش گرفتم که بریم با شهردار و شورای شهر صحبت بکنیم، اون دوران دوران اصلاحات بود، دوران طلایی حکومت اسلامی، رفتیم اونجا و خب حضرات اومدن نشستن، هرچی من حرف میزدم اینها اصلا به خرجشون نمیرفت که نه این قانون رو باید بره. گفتم بابا این خانم با 3 تا بچه، چیزی هم که از شوهرش هم یه دونه خونه است، خب این که باید بالاخره شما پایان کار بهش بدید بره بفروشه بعد بتونه یه کاری بکنه، از کجا بیاد این 6 میلیون تومان با ربح با بهره سود 30% بده. یکی از خانمایی که اونجا بود که خانم یعنی نه این سود نیست، این چیزه کارمزده. یک قندونی اونجا بود، من قندون رو بلند کردم گفتم این چیه؟ میموندن یه نگاهی به من کردن، 7-8 تایی دور میز نشسته بودن. خانم چه سوالی میکنی قندونه؟ گفتم نه این خربوزه است. اینا خیلی ناراحت شدن، خانم وقت ما رو داری میگیری؟ گفتم نه شما وقت ما رو دارید میگیری، شما به چیزی که ماهیتش قندونه بعد بگید قندون، نمیتونی بگی این خربوزه است. ببین شما ناراحت شدید، الان شما دارید به 30% ربح پول دارید میگید کارمزد، این غلطه، سود، این بهره است. شما میگید حرام زمان شاه این 7% بوده، 7% میگفتن سود، 1% میگفتن کارمزد، شما اومدید اینو عوض کردید، این غلطه. پس بنابراین این مسئله بانکداری، من میخوام اینو بگم، یا مثلا اسم رشوه دادن رو گذاشتن شیرینی. آقای رفسنجانی اینو دیگه من پای صحبتشون بودم، یک دورانی اومد نشست پای تلویزیون صحبت کرد که اگر شما دوست دارید یک کادوی شیرینی به یک کارمند بدید اشکالی نداره. شیرینی بدید، کادوی بدید یعنی چی؟ یک کارمند رو حقوق میگیره، وظیفه‌شه که کارش رو انجام بده. برای چی من باید شیرینی یا کادو به یک کارمند بدم؟ اسمش رشوه است. بنابراین اگر من به قول من خدمتتون عرض کردم، من سعی میکنم همه چیز رو در حوزه تخصصی خودش نگه دارم و بنابراین من نه فیلسوف هستم و نه اقتصاددان، ولی یک جامعه شناس و یک روانشناسم و در حوزه ریاضیات سواد من هست. اما در مثلا اون قسمتی که میاد و همپوشانی داره با مسئله جامعه شناسی، بله میتونم اظهار نظر بکنم. و این هست که در زمینه اقتصاد ما الان داریم میبینیم همین بی ارزش شدن پول مملکت، اینها همه زمینش بر اثر عدم کارآمدی سیستم جمهوری اسلامی، سیستم حکومتداری جمهوری اسلامی و عدم تطابقش با دنیای امروز هست و استفاده نکردن از متخصصین. به همین دلیل هست که ما میبینیم چنین فجایعی در جامعه به بار میاد، چون که نه اجازه میدن که افراد متخصص وارد میدان بشن. شما الان میبینید این سوال رو از من میکنید، من به شما میگم که در حوزه تخصصی من نیست. مثل اینه که من از یک کسی که خیاطه توقع داشته باشم بره عمل جراحی بکنه و چون دوخت و دوز بلده بگم این سوزن دستت بگیر بدوز، نه نمیشه. همین، من پاسخم تا اینجا هست. خیلی هم عالی، متشکر از شما. خانم ثابت اگر نظری دارید در مورد این موضوع میشنویم ازت.
شاید فقط دوست داشته باشم یک مطلبی رو توجهمون رو جلب کنم بهش، که بعضی از مسائل مثلا مثل مسئله اقتصاد، میدونید که الان بحثی که در حداقل جامعه جهانی مطرح هست اینه که به همون اندازه که اتفاقاتی که در کشورها میفته مسئله خودشون هست، مسئله جهانی هم هست و راه حل ها هم باید بتونه به نوعی نه فقط راه حل های محلی یا ملی بلکه راه حل های جهانی باشه. مثلا موضوع اقلیمیش، تغییرات اقلیمی رو عرض میکنم. مسئله اقتصاد هم تا اونقدری که من متوجه میشم یکی از همین مسائل هست. رسانه هم همینطور. مسئله اقتصاد نمیتونه در دایره مرزهای مثلا خاکی که کشیده شده فکر کنیم اینجا حل میشه، چون خیلی وقتا وصل هست به نوع یا چرخه اقتصادی که در کل دنیا میچرخه، در کل دنیا وجود داره، متأثر هست. بنابراین میخوام بگم که یه خورده به این موضوع هم نگاه کنیم. همیشه نمیتونیم، البته که نمیشه انکار کرد ناکارآمدی یک سیستم رو در سطح محلی یا ملی، ولی در نهایت بعضی مسائل مثل مسئله اقتصاد جنبه جهانی هم داره. بنابراین باید ببینیم که تا چه اندازه این چرخه معیوب اقتصاد جهانی برای کشورهایی که به نوعی جهان سومی هستن یا به نوعی تحریم میشن یا حالا هر شکلی، با خودش یک آسیبایی رو میاره که حالا میتونه، میگم نمیشه از یه موضوعی فرار کرد، ولی باید همه جانبه و منصفانه مسئله رو از بالا به پایین، منظورم اینه که کل نگر هم بود، کلش رو هم نگاه کرد. سپاسگزار از عزیزان. اما یک مسئله در موضوع اقتصاد، این که ما به خاطر اسلامی بودن باز حکومتمون روابط بین الملل خوبی هم نداریم با کشورها و در واقع کشورهای غربی رو دشمن اسلام میدونیم، این تأثیر داره. اگر تحریم هست، اگر مشکلات اقتصادی خیلی بزرگ هست، به خاطر یک بخشش نداشتن روابط بین المللی درست با غرب و کشورهای غربی هست، که باز هم این یک سرش مربوط میشه به همون قضیه حکومت و دین و حالا حکومت اسلامی ما. خب اگر بحث بعدی رو بخوایم در نظر بگیریم که برسیم به مسئله مسائل غذایی ایران، یک چیزی برای من، یه سوالی برای من پیش اومد، اونم این که ما بسیاری جرم ها رو در کشورمون در واقع جرم نیست داریم، ولی چون برخلاف موازین اسلام هست جرم انگاری میشه. یک مثال خیلی ساده یه کوچیک میخوام بزنم، با دوچرخه سواری بانوان که حرامه و در منظر عمومی جرم تلقی شد. یعنی این چیزی که به همین تازگی هم من فکر میکنم فتواشو یکی از فقها ها صادر کردن. خب این مسئله ما به این صورت زیاد داریم، از این جور جرم ها توی کشورمون زیاد داریم. میخوام مسئله قضاوت رو، یعنی سیستم قضایی ایران رو با توجه به اسلامی بودنش در واقع بررسی بکنیم و به اون بپردازیم. اگر که خانم دکتر مقدم عزیز شما شروع کنید ممنون میشم از شما، و بعد در خدمت خانم دکتر ثابت عزیز هستیم. شما داشتین سوال رو مطرح میکردید، یک هو من یک عالم مسئله اومد در ذهنم، مسائل عادی زندگی که در خیلی از کشورهای دنیا کار واقعا روزمره است، و ولی در مملکت ما جرمه. ایران تنها کشوری است در جهان، ایران تنها کشوری است در جهان که نداشتن حجاب جرمه و برای شلاق و جریمه نقدی هست و زندان.
قانونه، بریم بخونیم. تنها کشوری است در جهان که دوچرخ سواری زنان جرم هست. شما تشریف ببرید در هلند، بلا فاصله وقتی به ایستگاه راه آهن میرسید پارکینگی چندین طبقه میبینید که مملو از دوچرخ است. بیش از جمعیت هلند دوچرخه در اون کشور هست. زن و مرد و بچه دوچرخه سواری میکنن، اما در مملکت ما این جرم انگاری شده. یک زمانی نوار هم کاستایی که جرم بود، داشتن نوار جرم بود. یک زمانی داشتن ویدیو جرم بود. ببینید قوه قضای ایران یک آش شل قلمکاری است و به قول لورا خودشون هم نمیدونن که، من میخواستم به لهجه لوری بگم ولی ممکنه بعضی متوجه نشن، درنش فارسی میگم، خودشون هم نمیدونن با خودشون میخوان چی کار کنن. در این جامعه، در حکومت اسلامی، این جرم نیست که شما به یک دختر 9 ساله تجاوز کنید، سکس داشته باشی با یک دختر 9 ساله، اما این جرمه که اگر روسری تو بره کنار موی سر دیده بشه، این جرمه که اگر دوچرخه سوار بشی، این جرمه که اگر دیش ماهواره داشته باشی. باعث تأسفه، ما در قرن 21 زندگی میکنیم. باید همه این مسائل نقد بشه و نقد جدی بشه. ما برای گرفتن گواهینامه رانندگی باید 18 سال داشته باشیم، اما اشکالی نداره که اگر من در 13 سالگی 12 سالگی مادر بشم، آیا من برای تربیت یک بچه نباید به بلوغ فکری رسیده باشم؟ اینها فاجعه است. وقتی شما داشتین سوالتون رو طرح می‌کردید، واقعا اینها همه به مغز من هجوم آورد. شما ببینید همین اخیراً در مشهد اتفاق وحشتناکی که افتاد و پاشیدن اسپری فلفل به صورت زنانی که فقط می‌خواستن برن یک مسابقه فوتبال رو تماشا کنن. در کجای دنیا، در اون عربستانی که اون همه پایبند مذهبند به قول خودشون، در اون جامعه تماشای رفتن به استودیوم و تماشای مسابقات ورزشی برای زنان جرم نیست، ولی در مملکت ما این جرمه، ممنوعه. و زنانی که میرن سزاوار این هستن که اونجور مورد ضرب و شتم قرار بگیرن و اسپری فلفل به صورتشون پاشیده بشه، یا مثلا زنانی که در اصفهان مورد اسید پاشی قرار گرفتن، آخوندی که رفت سر منبر و آتش به اختیار، اینها رو تنبیه کنید و اسید پاشیدن به صورت زنان اون جامعه. قوه قضاییه ما با مجرمین چیکار کرد؟ طبق اون چیزی که در قانون اساسی هست، استقلال سقوبه هست، قوه مقننه، مجری و قضاییه، ولی هیچ کدوم استقلال ندارن. نه قوه مقننه ما استقلال داره، نه قوه مجریه ما استقلال داره و نه قضاییه. قوه قضاییه ما زیر نفوذ بازجوهایی است که هر جور تصمیم بگیرن قاضی باید همون حکم رو بده برای کسی که اتهامی بهش وارد شده. شما نگاه کنید ببینید فعالان مدنی ما بابت چه جرائمی در زندان هستند، چه چیزهایی برای اونها جرم انگاری شده. اگر شما امروز از صحبتهایی که خانم ثابت گفتن مسئله برابری، ما انسانها رو برابر ببینیم، اگر شما امروز به عنوان یک فعال حقوق زن، یک فعال حقوق کودک، یک فعال حقوق بشر این حرفا رو بزنید، مجرمید و سزاوار سالها تحمل حبس و زندان هستید. ما نمونه هاش رو داریم. حتی اگر شما وکیل باشید و از فعالان مدنی دفاع کنید، هم مستوجب مجازات هستید.
نمونهش رو ما داریم خانم نسرین ستوده، نمونهش رو داریم آقای عبدالفتاح سلطانی، 9 سال تحمل زندان رو کردند. جرم ایشون چی بود؟ ایشون یک فعال حقوق بشر بود، یک حقوقدانی بود که وکالت یک عده فعال حقوق بشر و محیط زیستی رو به عهده گرفته بود. آیا ایشون جرمی مرتکب شده بود؟ نمونهش رو داریم آقای ناصر زرافشان، کسی بود که 5 سال تحمل زندان رو کرد. جرمش چی بود؟ موکل کسانی بود که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شده بودند. آیا ایشون جرم مرتکب شده بود؟ نمونه بارزش خانم نرگس محمدی، شما نگاه کنید ببینید چند سال برای ایشون جرم حکم صادر شده. چقدر من برای شما چندین مثال بزنم؟ اینقدر مثال‌ها زیاده که ما باید چند روز بشینیم و دونه دونه برای اینکه اسم کسی از قلم نیفته بگیم. الان زینب جلالیان برای چی در زندان؟ و خیلی های دیگه، معلم ها، کارگران، همه این مسائلی که اون چی که سال 57 مردم براش انقلاب کردن، یکی از شعارهای مردم چی بود؟ آزادی بود. آزادی چی؟ مردم میخواستن آزاد بشن چیکار بکنن؟ آزادی سیاسی میخواستن، آزادی بیان و بعد از بیان. شما بتونید آزادی این رو داشته باشید که نظرتون رو بگید و بعد از بیان هم مورد تهدید قرار نگیرید. به همین دلیل که صحبت کردن از این فاجعه ای که امروز ما در قوه قضاییه باش مواجه هستیم، واقعا صحبت کردن ازش نفسگیر هست. خب ممنونم که حوصله به خرج دادید و این پاسخ منو شنیدید. در خدمت شما هستم خانم دکتر ثابت. لطف دارید. من فقط شاید فهم خودم و از صحبتایی که کردن سقف خانم مقدم و مطمئنم که شما هم به نوعی اینطوری متوجه شدید، حداقل تجربه کردین، حالا چه از بعد علمیش بخوایم نگاه کنیم چه از بعد تجربه زندگی، این هستش که وقتی که بشر به لحاظ رشد میکنه، به لحاظ عقلانی، تکنولوژی و مدرن میشه زندگیش، و اگر نتونه باورهایی که به عنوان سنت یا به عنوان اسمش از مذهب باور باهاش همراه بشه، در واقع میشه زنجیر پاش. و من فکر میکنم این اتفاق درباره ادیانی افتاده که به نوعی نتونستن مطابق با رشد و پیشرفت بشر امروز جلو بیان، بنابراین احکام اونها مربوط به مثلا 2000 سال پیش یا 1000 سال پیش یا 500 سال پیش یا حالا هرچی، و ما نگاه میکنیم میبینیم که اون احکام اگر در زمان خودش به نوعی مفید بوده و میتونسته، چون به هر حال هیچ وقت اگر خالقی وجود داره و این خالق این دنیا رو با این نظم آفریده که همه چیزش به حساب قاعده هست، تعالیمی هم که آورده، درسی هم که داده به بشر، بر اساس این هستش که اون به در صلح آرامش زندگی کنه، نبوده که بخواد زنجیر بشه و اذیت و آزار بشه. بنابراین اگه اینطوری فکر کنیم، یعنی پیشفرض ما این باشه، وقتی که دورش تموم میشه، همون احکامی که یه روزی میتونسته باعث صلح و آرامش و پیشرفت باشه باعث زنجیره. و بنابراین طبیعتاً اگر سیستم قضایی از اون احکام داره استفاده میکنه، سیستم سیاسی استفاده میکنه، به جای آزادی، به جای عدالت، داره جفا و ظلم و بی‌عدالتی و نابرابری رو ترویج میده و یه زنجیر میشه به پای همه انسان ها. من میخوام بگم نه فقط کسانی که در ظل اون سیستم زندگی میکنن، کسانی که مجری هستن و در اون سیستم به عنوان قانونگذار یا لید رهبر یا هر چیزی هم، مثلا اونا هم دارن صدمه میکشن، بلکه نمیتونیم این بدن اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم. نمیشه بگیم اعضای خانواده یکیش بزنید تو سر اون یکی، کل خانواده تو سرش خورده. نمیتونید بگید که نمیدونم، شاید تو ذهن من اینجوریه. و اگر واقعا خانواده بشری هست،
ذلت یکیش ذلت همشه، عزت یکیش عزت همشه. و بنابراین این طرز تفکر اگر الان زمانش گذشته و هنوز ما سعی میکنیم یه جوری نگرش داریم، مجبوریم که به قول خانم مقدم یه چیزی دیگه از یه تعریف دیگه براش بکنیم و اون یه تعریف دیگه چون به عقل امروز بشر نمی گنجه، یه چیز عجیب غریبی میشه که زنجیره و باعث عذابش هست. این خیلی به نظر من طبیعیه. بنابراین باید یه چیز جدیدتری وجود داشته باشه یا باورهای وجود داشته باشه که به لحاظ وجدانی یا به لحاظ فضیلتی نه مهارتی مطابق با رشد تکنولوژی و علمی بشر امروز باشه. نمیتونیم چنگ بزنیم به چیزی که انسان 2000 سال پیش یا 1000 سال پیش براش فضیلت بوده یا بهشت بوده. نمیشه. به نظر نمیرسه. خیلی هم ممنون از نظرات شما دو عزیز. در ادامه در مورد یک مسئله دیگه هم که صحبت کنیم که باز از بس خارج نیست، در مورد حق آزادی بیانه. یه روایت طنزآلود وجود داره که میگه در ایران آزادی بیان وجود دارد اما آزادی پس از بیان وجود نداره. یعنی اتفاقی که بعد از اینکه اون حرف زدی میفته فاجعه یکی توی ایران وجود داره واقعا. البته از این نکته هم غافل نشیم که مفهوم آزادی بیان نه تنها توی ایران بلکه توی همه جوامع، همه ملت ها توی تاریخ بارها بارها تغییر پیدا کرده. و چیزی که دوستان بر اول راجبش صحبت کنیم این که مرز آزادی بیان، قضاوت، نقد و توهین کجا مشخص میشه، با چه متراژی سنجیده میشن اینها. چون طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر یه تعریف ساده و قابل لمس در مورد آزادی بیان باهاش مواجه هستیم نسبتاً، ولی در مقابل اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی یه عبارت کلی و مبهمی داره که قبل از این که ضامن آزادی بیان بشه داره براش مرز و حد و حدود تعیین میکنه. بر اساس این اصل نشریات، مطبوعات در بیان مطالبشون آزادن مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق شرعی باشن. اما مفهوم کلی و مبهم مخل به مبانی اسلام بودن مسئله ایه که خیلی کلیه، در واقع شامل همه چیز میشه. یعنی هر کسی که هر چیزی و خارج از اون چارچوبی که اونها در نظر دارن حرف بزنه این جمع شاملش میشه. حالا اون چارچوبه چقدره؟ خیلی بزرگ، اصلا انگار بدون سر و ته. ممنون میشم که نظراتتون رو در مورد این موضوع هم بشنوم. با خانم مقدم شروع میکنیم. پیش از اینکه به این سوالتون پاسخ بدم، خانم دکتر ثابتی که صحبتی رو فرمودن که گفتن عزت یکی عزت دیگری است در جامعه و ذلت یکی ذلت دیگری است. خب ما یه شعری داریم سعدی که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند غم. تو گر محنت دیگران بیغمی نشاید که نامند نهند آدم. خب البته این صحبت سعدی به این معنا هست که داره در حقیقت یک هشداری میده به انسان‌ها که حواسشون باشه. اما اونچه که مسلمه ذلتی که یک گورخا تحمل میکنه، اون کسی که در پر او داره میخوابه هیچ وقت نمیفهمه که اون داره چی میکشه و ذلت اون ذلت این دیگری هم نیست. عزت و رفاه اون کسی هم که در پر او داره میخوابه هیچ چیزش به اون گورخواب بدبخت نمیرسه. پس بنابراین من در این مورد با نگاه متفاوتی از نگاه خانم دکتر ثابت دارم. اما برمیگردم به سوال شما و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اونچه که در به اصطلاح اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته میشه. یکم برم عقبتر، اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید که تمام قوانین
بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها همه باید بر اساس شریعت اسلام باشه. این اولین و اساسی ترین مانع برای آزادی است. این یک مورد که ما الان همه بحثایی که کردیم که گفتیم چه چیزی جرم انگاری میشه، چه قوانینی وجود داره، اینا همه ناشی از همین اصل 4 هست. و در مورد اصل 24 که میگوید که نشریات آزاد هستن مگر اون که مخل به اصطلاح مسائل اسلامی باشن. خب شما هر نشریه ای رو با این فرض که اگر مقاله ای مطلبی نوشته شده، یعنی شما هر نقدی که بخوای بکنید، چون اصولا حق ندارید دین رو نقد بکنید به هیچ عنوان، هیچ حق شما در نقد دین ندارید. حتی اگر منشریه امروز راجع به دوچرخ سوار، حق دوچرخ سواری زنان بنویسه، این میتونه مورد تفسیر قرار بگیره و بگن که با اصول اسلام مغایرت داره و این روزنامه باید، این نشریه باید بسته بشه. اگه کافی شما کلمه از برابری بین زن و مرد بگید که در مجله شما بسته بشه. چرا؟ چون قائل به برابری بین زن و مرد نیست تفکر اسلامی. به همین دلیل هست که خب از این دیدگاه آزادی وجود نداره. اما خود مفهوم آزادی یک چیز نسبی هست. الان ما در جمهوری اسلامی نمیتونیم بگیم که در جمهوری اسلامی آزادی نیست. چرا؟ برای اون بخشی از جامعه که به اصطلاح باور به اصطلاح حکومت اسلامی رو دارن، آزادی مطلق وجود داره، حتی نسبی هم نه. یعنی همه گونه، شما برید ببینید این ویدیوهایی که چپ و راست داره پخش میشه در فضای مجازی و چه آموزش های غلطی از این که برای درمان کرونا شاش شتر بخورید توش هست، تا هر موردی که طرف میاد اونجا خیلی به راحتی میگه از چند همسری دفاع میکنه و میگه شما اگر چند تا همسر داشته باشید خیلی خوب میتونید با هم بازی کنید، شب بشینید به قول مرگ گل یا پوچ بازی کنید با 3 تا زن و 20 تا بچه‌تون. اینو واقعا هست. یعنی شما برید ویدیوها رو نگاه کنید چه کسانی رو میارن و تریبون و تلویزیونی که از مالیات مردم داره اداره میشه، از پول مردم داره اداره میشه، برید چه اراجیفی در کمال آزادی اونجا داره پخش میشه. ما نمیتونیم بگیم در اون جامعه آزادی وجود نداره. آزادی برای چه کسانی وجود نداره؟ پس بنابراین مسئله آزادی از این دید مسئله نسبی است. اما اینکه آیا آزادی باید برای هر چیزی باشد، این قابل بحثه. آیا این مسئله که یک نفر آزاد باشه و بیاد تحمیل بکنه به زنان جامعه که باید حجاب بپوشن آیا آزاده؟ خیر. بحث آزادی خیلی بحث مفصلی است و بعد آزادی مسئلهش برمیگرده به مفهوم به اصطلاح عمیق‌تری به نام رهایی که اون هم در جای خودش جای بحث هست و به نظر من خود این سوال شما مستلزم یک جلسه کامل هست که بتونیم عمیق بریم و راجع بهش صحبت کنیم. خانم دکتر ثابت عزیز، به خاطر اینکه فرصت زیاد نداریم، اگر اجازه بدین، در واقع خب ما می‌خواستیم آزادی بیان رو هم در همین شرایط حکومت دینی برآورد کنیم. اگر که اجازه بدین بریم به موضوع بعدی برسیم که فقط به خاطر کمبود وقتی که هستش و نظر شما رو در مورد
شفافیت سیاسی یا فعالیت احزاب تو ایران به چه صورته، یا همون گردش دموکراتیک، انتخابات در قدرت، اون رو اگر که لطف کنید نظرتون رو در اون مورد بدیم و صحبت کنیم ممنون میشم از شما. من فکر میکنم از ابتدایی که با هم شروع کردیم صحبت کردن، فکر میکنم شایدم نتونستم، ولی نقطه نظرمو خیلی واضح و روشن گفتم که وقتی ریشه یه چیزی مشکل داره، شما هر چقدر شاخ و برگاش رو بخواید نگاه بکنید، تا الا ماشاءالله میتونید از ریشه، از شاخ و برگاش که مشکل داره صحبت کنید. ولی اگر واقعا میخواییم یک کاری انجام بدیم، درمان از ریشه است. یعنی تا وقت ریشه رو نشه کاریش بکنیم، هر چقدر میخواییم به شاخ و برگ هی آویزون بشیم، هی بگیم اینجا شکست است، اونجاش کجش، اینجا اینطوری شد، اونطوری شد، مثلا بحث قضاییش بشه، بحث اقتصادش، بحث سیاستش، بحث انتخاباتش، تعلیم و تربیتش، آزادیش، نمیدونم هر چی که میخواییم نگاه کنیم، بازم اینا همه شاخ و برگه. برمیگردم به ریشه دو مرتبه و میخوام بگم تا وقتی که همه ما انسان ها، همه کسانی که دلشون به حال کشورشون میسوزه و دلشون میخواد یه کاری انجام بدن، واقعا خودشون رو برابر با همدیگه نبینن. حتی میخوام اینو بگم که شاید هم خود اینجا don't get offended please، ولی اینجوری هستش که من تا چه اندازه با همون کسی که فکر میکنم داره ظلم میکنه، بیعدالتی میکنه، واقعا خودم رو اعضای خانواده با اون میبینم. اگه او دیگریه و من دارم به چشم دیگری نگاش میکنم و مثل این میمونه که نمیدونم این شکل رو دیدید یا نه، روی شاخهای درخت آدمای مختلف نشستن، بعد هر کنیمشون هم یه اره دستشه، هر کی داره اون یکی رو میبره، ولی در نهایت همشون دارن زیر پای اون یکی رو خالی میکنن. قضیه اینه که ما چقدر واقعا خودمون رو با همه اون کسایی که، چون به همون اندازه که دیگری اشکال داره منم اشکال دارم، به اندازه که دیگری خطا میکنه منم خطا میکنم، ولی تا وقتی که قبول نکنیم اینا و کنار هم دیگه ما این هستیم و بینشمون این نباشه که میخوایم با هم حل کنیم یه موضوعی رو، واقعا حل نمیشه. بنابراین من بازم برمیگردم به این که چه شفافیت سیاسی صحبت کنیم، چه آزادی بیان صحبت کنیم، چه سیستم قضایی که بخواد عدالت رو برقرار کنه، چه سیستم اقتصادی. چه تعلیم و تربیتی که مسمومیت وجود نداشته باشه در اطلاعات و در یادگیری و در دانش. اینا همه برمیگرده به این که ما چقدر همدیگر رو اعضای خانواده میبینیم، مثل اعضای خانواده، مثل اعضای یک هیکل بشری میبینیم. به غیر از این واقعا چاره، یعنی راه تا روزی که ما اینو متوجه، نه تنها متوجه، میخوام بگم واقعا بخشی از بینش من باشه، یعنی من نگاه هم اینجوری باشه که این برادر منه هر چندم که داره این کارا رو میکنه، این خواهر منه هر چندم که این کارا رو میکنه، ما باید با هم توی صف باشیم برای حل کردن. میدونید مثل این میمونه که یک کوچیک میگم و تموم میکنم، مثل این میمونه که من مخالفت با جنگ نمیکنم، ولی از اون طرفم یه کسی رو جنایتکار جنگی میدونم، هی هم میگم. خب این بیشتر از این که باعث ایجاد اختلاف میشه، باعث صلح که نمیشه، که باعث ایجاد اختلافه. به همین شکل انگشتمون رو بکنیم تو چشم هر کسی یا درازش کنیم بگیم اینجوری کردی، اینجوری شد، اینه اینه اونه، این کاری از پیش نمیبره. تا وقتی که واقعا قبول کنیم خیلی خوب، همه اون باید در کنار هم وایسیم یه کاری انجام بدیم، مسئولیتمون رو همه با هم به عهده بگیم. یکی دیرتر میاد، یکی زودتر، یکی افق نگاهش بلندتره، یکی افق نگاهش هنوز کوتاهه، نمیشه که بزنی تو سرش. که هر چندم که صاحب قدرته، میدونمم که قربانی میده، نمیتونیم بگیم که نه، تا یه هر چیزی هزینه داره. مرسی، سپاسگزار. خانم دکتر مقدم عزیز در خدمت شما هستیم.
خب ببینید، صحبتی که خانم ثابت، دکتر ثابت عزیز فرمودن، این که همه ما خطا میکنیم، اگر اون خطا میکنه منم خطا میکنم، یا من باز این رو نمیتونم بپذیرم، برای اینکه ما نمیتونیم بگیم اونی که قتل میکنه با اونی که مقتوله اینها رو بخوام توی یک کفه بذاریم. و من بر خلاف نظر ایشون معتقد هستم که اتفاقا کسایی که خطاکار هستند باید نقد بشن و باید وادار به پاسخگویی بشن. مثلا الان شما ببینید این جریان دادگاهی که در سوئد هست و نوری داره محاکمه میشه، خب به هر حال ایشون در یک مقطعی در جایگاهی قرار داشته که جنایتی صورت گرفته و باید پاسخگو باشه. نمیتونی بگیم که اونهایی که کشته شدن مقصرن، این هم حالا مقصر، پس این به اون در. نه، این فکر ما رو به اصطلاح به اون چیزی که آرمان خانم دکتر ثابت و کسانی دیگه هست که به اصطلاح دوست دارن یک تغییر انجام بشه، به نظر من این از این طریق انجام نمیشه. ایشون فرمودن که همه انسان ها باید مثلا خودشونو برابر بدونن. برای تغییر هیچگاه در هیچ مقطعی از تاریخ بشریت به این گونه نبوده که همه انسان ها، چون خودشون به یه نکته خیلی درستی اشاره کردن که آدم ها از سطح دید و فکر متفاوتی برخوردارن، پس بنابراین ما هیچ وقت نمیتونیم توقع داشته باشیم که همه انسان ها به برابری برسن، به این دید برسن که ما همه با هم برابریم، بعد حالا بعد وقت جامعه میشه گل و بلبل و بهشت بری میشه. نه، همیشه جامعه یک پیشگامانی داره که اون پیشگامان جامعه میتونند ایجاد به اصطلاح یک تغییر بکنند، کما اینکه در دوره رنسانس در اروپا همه مردم که دخالت نداشتن، که یک عده روشنفکران جامعه، پیشگامان جامعه اومدن و دین رو نقد کردند، که اتفاقا میخوام بگم که بخشی از خود اونها مثل فرانسیس بیکن، مثل دکارت، مثل کانت، مثل اراسموس، مثل خیلی های دیگه شون، اینها کسانی بودن که اتفاقا خودشون، کانت خودش کشیش بود، دکارت خودش کشیش بود، کما این که الان ما هم میبینیم که برخی از کسانی که در به اصطلاح حوزه دین رفتند و تا مراحلی رو از لحاظ دینی طی کردند، به این نتیجه رسیدن که دین براشون فریبه و تجدید نظر کردن در باورهای خودشون. کم نیستن کسانی که دل بخواه میرن لباس روحانیت رو از تنشون در میارن. خواستم این به اصطلاح نظرم رو در این مورد بگم، اما واقعیتش این که اگر ممکنه سوالتون رو که چه سوالی هست از من دقیقا بپرسید تا من اون سوال شما رو پاسخ بگم. قبل از شما قدم عزیز، در واقع سوال نبود، به صورت موضوعی بود که میخواستم نظر شما عزیزان رو در واقع، چون میدونید که خب ما داریم الان این رو بررسی میکنیم که این حکومت، دوربین من بسته است، سوسپای میکنم، داریم این حکومت اسلامی رو توی ابعاد مختلف بررسی میکنیم و اینجا میخواستیم در مورد حالا اگر شفافیت سیاسی در حکومت هست، اگر احزاب، فعالیت احزاب در این روش، یا انتخابات، یا حتی گردش دموکراتیک در جامعه یا قدرت وجود داره، راجع به صحبت کنیم، یعنی با وجود حکومت اسلامی. بله، ممنونم، بسیار سوال جالبی هست. ببینید، وقتی ما بحث انتخابات رو میکنیم، انتخابات معناش این نیست که فقط من حق داشته باشم برم و رأی بدم. این زمانی مفهوم پیدا میکنه که هم من این حق رو داشته باشم که انتخاب بشم، هم این حق رو داشته باشم که برم انتخاب بکنم. اما اگر من صلاحیت ندارم که
تشخیص بدم، اگر من صلاحیت ندارم که برم و انتخاب بشم، چرا از رأی من برای به قدرت رسیدن کسی دیگه اونجا اشکالی نداره که استفاده بشه؟ اولا این مسئله فیلترینگ و اون جایی که کسانی که میخوان در انتخابات شرکت کنن باید ثابت بشه که به ولایت فقیه، یعنی باید ثابت بشه، حتی اگر شما بگین من اعتقاد دارم کافی نیست، باید این ثابت بشه، وگرنه شما رد صلاحیت میشید. بنابراین این یک مسئله است. دوم در مورد آزادی احزاب. آزادی احزاب اینه که شما بتونید دفتر حزبتون رو داشته باشید، بتونید برای حزبتون فعالیت بکنید، بتونید با برنامه خودتون وارد رقابت‌های انتخاباتی بشید. آیا شما حزبی رو در فعل حاضر سراغ دارید در ایران که غیر اسلامی باشد و ولی اجازه فعالیت داشته باشد؟ من کمچین چیزی رو سراغ ندارم. پس بنابراین تمام اون چیزی که هست، همونطوری که در بخش آزادی خدمت رو گفتم، برای اونهایی که به حتی اینجا هم من اینو میخوام بگم که حزب آقای کروبی حتی اون هم درش بسته شد. یعنی این حلقه آزادی برای یک عده، یعنی فقط برای همون حوزه‌ای که خودشون رو قبول دارن، خودی و ناخودی میکنن، آزادی ها وجود داره. پس بنابراین ما درسته که انتخابات از لحاظ ظاهری ما انتخابات داریم، ولی از لحاظ درونی اگر بخوایم به اصطلاح به کنه ماجرا برید، نه، انتخابات آزاد نیستند و شفافیت لازم رو هم ندارن. کما این که در سال 2009 یک نمونه برجستش هست و صندوق‌هایی که جایگزین میشه، این جایگزین کردن صندوق‌ها، اون چیزی که به عنوان رأی‌هایی که خریده میشه، اینها همه نشان از عدم شفافیت هست. یعنی اگر که قرار هست ناظر باشه، ناظرین نباید از خود تشکیلات حکومتی باشن، بلکه ناظرین بر صندوق ها باید از بین مخالفین انتخاب بشن که خوب نظارت بکنن. در اون صورت میشه به سلامت به اصطلاح نسبی انتخابات بیشتر قبول کرد. تا اینکه ببینید، خب وقتی به خودشون میبرن، خودشون میدوزن، یعنی این که دیگه نمیشه نظارت. نظارت زمانی است که شما بتونید از احزابی که مخالف هستن بتونید برای نظارت انتخاب بکنید. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون و سپاسگزار. من فکر میکنم که سوال آخر رو در واقع نپرسیم و راجبش صحبت نکنیم، چون در طی صحبت‌ها راجبش صحبت شد و بیشتر از این وقت شما عزیزان رو هم نگیریم. پس یک نتیجه گیری که داشته باشیم در ادامه، در انتهای این بحث، به این صورت هستش که در واقع با تأثیرگذاری در واقع حکومت دینی، زندگی روزمره مردم، محیط زیست، بازار کار و اقتصاد تو وضعیت مطلوب نیست. حکومت دینی تو حوزه اخلاق عمومی، مبارزه با فساد کارنامه منفی داشت و بحران اخلاق جامعه، آسیب‌های گوناگون اجتماعی هم هیچ کدوم تو این دوران به این اندازه نگران کننده هم نبوده. و اما در واقع با حکومت دینی هم هیچ معجزه خاصی تو اقتصاد، جامعه، محیط زیست هم منجر نشده و در واقع وجود دین حد اکثر تو جامعه، نماز جمعه، دعا، نماز باران، عزاداری مذهبی، حجاب هم نتونسته نه جلوی زلزله، نه جلوی بیابی، خشکسالی، فاجعه بار تالاب، رودخونه ها و سفره های آب زیرزمینی رو بگیره. مشکلات اقتصادی
مهم اقتصادیمون، زیست محیطیمون، آسیبای اجتماعی و ناکارایی دست اندرکاران و بی سیاست ها هم ناشی شده. رانت سیاسی و اولویت دادن به تعهد مکتبی هم در برابر تخصص و کارایی هم سبب فرار مغزها، فقیر شدن روزافزون نیروی انسانی و نابسامانی های مدیریتی فاجعه آوری شد. پس در واقع ما با بررسی کارنامه 43 ساله جمهوری اسلامی با توجه به صحبتهایی که کردیم یک نمره منفی گذاشتیم براش و به این نتیجه رسیدیم که در واقع حکومت دینی هم باز تأثیری نداشته. حالا وضعیت ایران اگه از کشورهای دیگه بیشتر نباشه حداقل کمتر نیستش. ممنون از شما عزیزان که در این برنامه حضور داشتید و ما نهایت استفاده رو از صحبت‌های شما داشتیم. خسته نباشید میگم خدمتتون و تشکر میکنم بابت حضورتون تو این برنامه. امیدوارم که در برنامه‌های دیگه حتما افتخار حضور شما عزیزان رو داشته باشید. خیلی متشکرم از شما. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.